خطمین الماسی یکی از آن استعدادهای ناب ورزش کشور است که سنت‌های جامعه و رفتار خشونت‌آمیز خانواده بیشتر او را مجبور به مهاجرت کرده است. خانم الماسی متولد ولایت لوگر، فارغ از لیسه قلعه زمانخان در کابل، عضو تیم ملی تیکواندو و حالا در پاکستان مهاجر است. او به خاطر سختگیری‌های خانواده مدت 5 سال به صورت پنهانی در ورزش تیکواندو تمرین کرده است. پس از آنکه فامیل او از ورزش خطمین آگاه می شود، او را شدیداً لتوکوب کرده و محدودیت‌های سخت‌تر در خانه برایش وضع می کند. خانم الماسی با وجود استعداد ناب در تیکواندو، فرصت اشتراک در مسابقات خارج از کشور را نیز به دست می آورد. اما همچنان خانواده او به عنوان مانع اصلی رسیدن به موفقیت‌های بالاتر و کسب افتخارات بیشتر در مقابل او می ایستد. خانم الماسی پس از تحولات اخیر در کشور به کمک یک دوستش افغانستان را ترک و با پاکستان پناهنده می شود که در آنجا برای گذران زندگی مجبور است در خانه یک پاکستانی کار کند تا هزینه های زندگی خود را به دست آورد. قصه خطمین الماسی حکایت تقابل تاریکی با روشنی است که شما را به دیدن قصه کامل او به کانال یوتیوب شیشه میدیا دعوت می کنیم. خطمین الماسی هستم، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان. ما در ولایت لوگر به دنیا آمدیم، مکتب در لیسه قلعه زمانخان خلاص کردیم و در نهادهای مختلف محضای وظیفه کردیم، در وزارت امور داخله و وزارت امور زنان. روزی که تمرین شروع کردم از فامیل از همگی مپورد تمرین یای ما شروع کردم دیگه. مشکلات زندگی زیاد است. من از بنام مکتب میرفتم تمرین میکردم. مدت 5 سال من از فامیل از همگی پورد من تمرین کردم دیگه. وقت که فامیل من خبر شد که من تمرین تکواندو میکنم، من مدت 1 سال در خانه قید کرد. نه از خانه بیرون رفتم میتونستم، نه جای رفتم میتونستم، در خانه قید همه تو مانده بودم. باز روزی که مثلا من به خاطر یک مسابقات من انتخاب شدم به پاکستان که بیایم مسابقات بتم، استاد ما ترینر ما زنگ زد به فامیل ما که دخترت یک ورزشکار است، اجازه بدین که اینا بیایه برن به خاطر مسابقات. متاسفانه بدبختانه در اون مسابقات مرا اجازه هم ندادن، بسیار لتکوب کردن، پاسپورت مرا، همه چیز مرا چیر کردن فامیلم و اجازه ندادن در مسابقات اشتراک کنم. یگانه خاطراتی که از یاد من هیچ وقت نمیره و چقدر من هیچ شام از یاد من نمیره، به خاطر این خاطرات هست که هر دختر در زندگیش تیر شده. و من مسابقات کوریا بود، به خاطر از اینا یک نفر انتخاب میشد میره به خاطر مسابقات کوریا. من میخواستم در اون مسابقات اشتراک کنم، فامیل من بسیار کار خراب کردن. لباس های تکواندوی که مثلا بسیار دوز داشتم، بسیار
افتخار میکردم سرش. اونا را فامیل من گرفت، همرا قیچی توتا توتا قیچی کرد برای من. ببینی ببینی چیزی که من میخوایم همون کار را باید شما کنیم. و من بازم من را دک اتاق قید کردن، بسالت و کوب کردن، حتی سر من شکستاندن. من داخل مسابقات توشک مسابقاتم کشیدم، از سر من خون میرفت. باز من فرار کردم و زوک در چی که بود، من فرار کردم رفتم در مسابقات، مسابقات رساندم خوده و در اون مسابقات من انتخابم شدم که من حتی نیستم رفته در اون مسابقات. آفرین ها، نیستیک نشو، نیستیک نشو، آفرین ها، باز، 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 آفرین. بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد، تهدید طالبان سر ما زیاد شد. به خاطر در کلب که ما تمرین میکردیم، اونو نزدیک خانه ما بود، طالبان چندین بار به ما اخطارنامه روان کرد و ما مجبوراً آمدم پاکستان مهاجر شدم. مدت یک سال میشه ما از بحث مهاجر افغان در تیم ملی پاکستان هم تمرین کردم و همچنان دفلای کوچکی که مثلا در چی بود در مکتب ها. مکتب ما هم تمرین می دادم دیگه. یکی از دوستایم که نامش نمی خواهیم بگیرم و اونا با ما بسیار کمک کرد و من از کابل ویزا برم ویزای پاکستان اپلای کرد، با ما ویزا گرفت، من را پاکستان روان کرد. بعد از اینکه ما در پاکستان مهاجر شدیم، همراه رئیس فدراسیون ما دکتر نجیب سکندر تماس گرفتم و دکتر نجیب سکندر را گفتم مسابقات جیتوز برای ما مهم است، ما را اجازه بدین در این مسابقات اشتراک کنیم. متاسفانه که رئیس فدراسیون ما به من جواب داد که به من گفت ما هیچ دختر نداریم به حیث ورزشکار، ما بر شما هیچ چیزی کلا نمیدم که شما در این مسابقات اشتراک کنین. باز بعد از اون ما اینجا به سرنوشت ماندیم. دیگه باز بعد از مسابقات جیتری شد، جیتری در بین کلاب ها، باز من در این مسابقات به حیث مهاجر افغان اشتراک کردم، من مقام اول گرفتم. وقتی که من در پاکستان زندگی میکنم، مشکلات زیاد سرم آمده، حتی روز بسیار مشکلات آمده که حتی ما شب نانم نخوردیم. دیگه من در پاکستان در یک خانه پاکستانی کار میکنم، یعنی شش ماه میشه همونجا کار میکنم، هم کارخانه شو میکنم، لباساش ایناش همه شو من خودم میشم، حتی یک ورزشکار در یک کار را نمیکنم. اما ما مجبور هستیم، در پاکستان هستیم و فعالیت کنم، فعالیت نداریم. در خانه مردم کار نشدیم، خانه مردم کار کردیم، خب بسیار نوزیت خراب بود و فعلا رو به سنوش در پاکستان.
از فدراسیون جهانی تکواندوس از کوری اوپن برام داده شده و این سبک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان کشیدیم کمربند سیاه و ایام از مسابقات جی 3 پاکستان است که در پاکستان ما اشتراک کردیم در مسابقات و ایام از مسابقات تیم ملی افغانستان است از تیم ملی یا از وزارت امور داخله است که ما چندین سال کار کردیم یا از وزارت امور داخله است و یا از طرف وزارت امور داخله بر ما داده شده یا به حیث استاد ترینر که ما در وزارت امور داخله وظیفه کردیم و یا هم بحث استاد که ما وظیفه کردیم این هم از اونجا است و یا هم از وزارت امور داخل است و این هم از وزارت امور داخل است که ما چندین سال کار کردیم در اونجا و این هم از وزارت امور داخل است و این از طرف وزارت امور جوانان ما را تشویق کرده بر ما اینا را داده و اینا هم از طرف تیم ملی تکواندو افغانستان است که در مسابقات ما بهترین بازیکن شدم و یا هم از طرف وزارت امور داخله است از طرف به یک سازمان ما تقدیر شده بودیم یا هم از طرف شورای ولایتی افغانستان بر ما داده شده ما تقدیر کرده و اینا شما همچنان از طرف وزارت امور شورای ولایتی داده شده بر ما تقدیر نامه است و ای از طرف وزارت امور داخله که ما چندین سال کار کردیم فعالیت کردیم از اون ای چیز و ای هم از طرف ورزش های پنجگانه ما را تقدیر کرده بود اسناد بر ما داده و ای هم از طرف دفتر مسیح پاملرنه که ما کار میکردم از طرف از اونا بر ما داده شده و یا هم از طرف یک سازمان بود که از طرف وزارت امور زنان که ما رفته بودیم مسیح پاملرن ما تقدیر کرده بود که ما وین قصال میشد به خانم ما کار کردیم و یا هم یک کمپانی بود که مثلا ما را به خاطر وظیفه خواسته بود که ما در اونجا اشتراک کردیم و ما تقدیر نامه را داد از طرف وزارت امور زنان در زمانی که من از افغانستان برآمدم من هیچ مدال نتونستم با خود اسناد نتونستم با خود بیارم هی اسنادایی را که می‌بینی یکی از بستگانم برام تا اینجا آورد و من می‌خوام در مسیر مهاجرت در مدالای رنگارنگ دست بردارم مسافری در پاکستان در اسلام آباد در هر جای سخت است کلا از خانه که ما برای بسیار مشکل می باشه فعلا ما اسلام آباد پاکستان که آمدیم زندگی اینجا بسیار سخت است به خاطر که مثلا مشکلات پلیس مشکلات ویزا نداریم بسیار مشکل است اینجا به خاطر من خود من دو پیره پلیسم گرفته دیگه از پیش ما پول گرفت ما رو هلاک کرد اینجا کلا مثلا زندگی مثل که ما فکر میکنیم زیادتر کسا میگم مسافر شایم بسیار آسان میباشم اگم من میگم نه خیلی سخت است بسیار بخاطر بسیار سخت است در خصوصا تنها باشی فامیل در کنارت نباشه کسی نباشه بسیار برد سخت است